کاروان صلح هلمت 700 کیلومتر راه را پیاده طی کردند. در راه عده دیگر نیز به همراه این کاروان یک جا شد و در 28 جوزا که به کابل رسیدند تعدادشان به 100 تن می رسید. اعضای این کاروان زمانی دست به اعتراض در جاده های سوزان جنگ زده زدند کروزدار بودند. با عبور از شهرها و روستاهای کوچک بعد از 34 روز پیاده روی سرانجام به پایتخت رسیدند. در این کاروان هر کس درد و زخمی از جنگ دارد، یا کسی را از دست داده است یا خودش قربانی جنگ است. سخن اول و آخر هر کدامشان صلح است. صلحی که می گویند می خواهند به تک تک خانه هایشان برسد و سرانجام در یک فضای امن زندگی کنند. از فرصتی که به ما دادی زهیر، مننه جور و سجوند غارم. اول میخوایم از پیشت پرسان بکنم که از کجا امرای ای کاروان یک جای شدی؟ مننه زده کندر ولید است دا کاروان سر یوزای سولم او تر کابل پر شور سر رالم. چطور خبر شدی که ای کاروان حرکت خودش رو کده؟ دا کجا بودی که رفاه میدی و چه قسم تصمیم گرفتی که امرایشان یک جای بیایی؟ دچ بیلمن که پتاه و ساده قورس تخم و در دل بیا بکندار که و در دل ندار سرین دلاری می تاکی با ولی چی دیکل کندار تر آورست دل نبیا می تصمیم ونی وی دزد درد می در لول دی نبار ور سر روان سند داد سولی رحم ور سر بدرگا کی ایرا امرای مادرت گفتی مادرت آیا راضی بود که امرایشان به ای آل بسیار روزای طولانی میشه که مادرت ندیدی درست؟ حتما پشتش دقم آوردی؟ بلکل وزد در رجه پا اولش پر آواتلیم اول روژه می وونی ول اس ما زیګر چې می روژه مات د مور سره وکی بیا باغ روژه مات مینه د خبره کړی جنراو وتم چې کله ز زابل تر رسیدم بیا د خبرو د لارې دلی وم چې بیا مو خبر سره وکړلې. بچی امید و آرزو امرای ای کاروان یک جای شدی، می خواستی کتی کارت به کدام آرزویت برسی و یا چی را بر مردم بگویی؟ موږ د ټولو افغانانو یو لوی ارمان چې دی هغه سوله ده او د سولې ژغ مره بدرګه کې د کندهار ولایت څخه، ځکه ما په ځان کې دا احساس پیدا کړي چې ما سترګې د لاسه ورکړې وې، ځکه زه پر لارې یوازې نه شوم راتلی خو چې بل څوک ما در لاس ونیسي بیا زه در ځای ورسره تلی شوم. بیا زه راغلم کاروان ولایت ته، څه خیبر دی سره خبره وکړه، لا غوره ته وویل چې تاسې کس به موږ تاته په لاس درکړو چې تا در هغه ځګي پرې زموږ سره بوځي. نو بیا هغه وچې تصمیم ونیو یا حرکت مې ورسره راوکړ. بسیار خوب. زندانی شما از مناطق مختلف تیر شده نی؟ جایی که یگان ولسوالی ها ناامن بود و جا طالبا بودن، آیا وقتی که در جریان ای 40 روزی که آمدین تا کابل طالبا شما را کار نداشتن کتتان؟ یا شما با اونا سر نخوردین؟ یا همش چه دکره دکندار سر روان در زابل پر لوری چی مرکت وکی در زابل پر لیتسن اتساز ما سر خپله داری و غلو دی دای سوام و ترس و نو هغه چې زکل زابل ولا تر رسیدم در زابل پر مشکل نو او بیا چې د ولس مینه ویل د بیا میت و ام ترس څه ضرورت نه درال د نور نور جرات را پک شو پیدا سو چې نورم د ژغ پیدا کوم د ولس مینه می ولیدل. خو مردم شما را استقبال میکنن د هر جای که میرفته؟ و بالکل مختره تر وتل دونی به مختره تر وتل جدیبه اڅونی بده ستړي کې دا غونی بده مختره تر لا بیا بز مش سره پر شو روانه در بازار پر در مسجد پر د می جریان را کومه کدام جای بود کې زیات مردم از شما استقبال کردن و از یادت نمیره د کدام ولایت بود؟ زابل ولایت او شاجی ولسوالی پاول کې چې مش رالو خو بس اول زابل ولایت را ورسه دا ورسته شاجی ولسوالی ته. شاجی ولسوالی او زابل ولایت خلګو ډیر غټ درناوی موږ دلته ډېره غټه دغه نیو غونډه نیولې وه چې بیا موږ کله ماښام روژه مات پر وخت باندې
زابل ته داخل سو نو دونی خلق راوته چې موږ خپل لار نه سو پکښ پیدا کولای مرم شاته سو دی مخ ته پرې شو چې دی دا ژغ بدرګه کوي وقتی که به کابل رسیده امروزی که وارد کابل شده مردم کابل دیدین فرق مردم کابل با مردمی که مثلا در المن بودن در غزنی دیدین در قندار دیدین چی بود؟ این مردم آیا فرق دارن؟ بیرکل فرق لری کلی چی مش در کمپنی لور تر کمپنی تر آوری سدولی در کمپنی دی خواه تر تیر در دی خواه خلگو با چی مش با در سولی جاغ پورده که دی ول رابس خندله زه دا غبه کولی چې دا وګوره را روان دي پر فرو سوله غواړي به دوی نو کله سوله راځي داسې خبره کول کابل خلک د چا سره ډېر شناخت نه کوي موږ ته به رانږدې کېدل لا نه چې زموږ سره ماسې پوښتنه کړې وای چې تاسو څه شي دپاره راغلی یاست او څه غواړئ ډېر نه زیات تاسې په ګوت شمېر کسان وه چې راسره ملګري سوله او راسره یو ځای سوله رفتار مردم د کابل همراهتان چطور بود نو که آمدین چقدر همراهشان احساس وطنداری کردین مننه عزت خو کې کورې ودان به ام ډېر ډېر مننه جن کو خو چې پر پښو به موږ کله دی وځي چې بیا در بل ځي پر مزل کوي دی په هغه ځي کې نه حالت نه را سره کړل او دا چې ځای به موږ ناس غونډه به مونږ ولا غونډه تر تر تل نو پر پښو بیا د مزل نه سره سره کولای شي ولي آیا د قندار هم همقدر امتر مردم بین خود وطنداری دارن یا اوجه بسیار صمیمیت زیاد است؟ ایجه زیاد صمیمیت زیاد است در کابل یا در اوجه؟ ولی اگر با کابل که و با کندر که خوالت مشتر معلومی جالده چی سوک در کلی در علمان کاروان ولی دی خود در خلق و طول در کندر آواتی در آغازی که پر بدرگه کوی دلتا با کابل که دست خاص پا لکاسنگ چی پا نور ولی توی که بدرگه سو آغازی با کابل که نسو بدرگه چې خلک په کار باندې مصروف و او که څنګه خو دلته شما خودتان فکر کردین خودت فکر کردی زندانی که چرا در کابل که ایجا به عنوان پایتخت است نه مرکز ایجا روزانه عملات کلان انتحاری و انفجاری میشه ایجا چرا قدر زیاد دمرایتان صمیمی برخورد نمیشه و قدر زیاد بدرقه نمیکنن تان آیا به این گپ رسیدی؟ چرا به نظرت؟ بلکل دا خو موږ ومنله چې کابل موږ ځکه چې موږ به په کندار کې به ناستو یا په کورو کې به ناستو دا د کابل پیښې متعقیبولې چې څونه زموږ مسلمانان وړونه به شهیدانېدل بیا داسې ډېر غټ غټ پکښ پټاونه دلې په کابل کې وسول واقعن هم په کابل کې خو سر اور بل دی او د کابل خلک یو وام او یو ترس احساس کړی دی چې د دې دغسې یو خپل ږغ نسي پورته کولی ځکه چې بس د کابل ولس ډېر بې باوره سوی دی پر چا باور نسي کولی کلانترین چیزی که جنگ از پشت او را گرفت و او را از دست دادی چی بود؟ جنگ دلاز خو مش دیر متضرری و از ما خپل سترگی جنگ را سخیزی دی او دایس نور دا کورانی غری زین شیدان دی زین معلول دی چی وسم یا پشه نسته یا از ما پسیر یا سترگی نسته یا لاسون نسته طول ولس دا جنگ اسم متضرر دی او دا غي او جنگ دي چې موږ ارڅ ارڅ سه ارڅ از موږ څخه خسته دي او تش لاسونه په شهر ته لیدل پر کورونا استه اولین بار چی رقم فهمیدی که دیگه چشمای ته از دست دادی و چشمای ته د انفجار از بین رفته د از ما په اول لپله چې په تاو وسو د از ما مخ خود از ما پر مخ پر سترګو پر بدن باندې مې د چشمو مشتلین د کالو مې څوره باندې واخستی نو ما ته نه را معلومېدل چې زما مخ اوس وزه سوی دی که مې سترګې کار نه کوي نو بیا چې یو وخت په شفاخانه کې پروت وم یو ډاکټر دا زما مخ داسې په یو دوا باندې راوست صفایي یې کول بیا ما ورته وویل چې هنداره راکه یا آینه راکه نو ده راته وویل ته په سترګو نه وینې نو ته آینه څه کوې یا هنداره څه به کوې نو بیا زما سر خلاص و چې زه په سترګو نه وینم بیا بېرته نشست سوی وم بیا په ځان نسوم پوه حادثه چطور اتفاق افتاد؟ چی رقم؟ کجا می رفتین؟ زندانی تو امرای خواهرت بودی درست؟ که به کدام طرف می رفتین که موترتان انفجار کرد؟ چطور می رفتین؟ امیره بر ما قصه کن؟ من نزمش کور به بلده کل سوالی که بوده کندر رال تمام استرخانه کوله نو زما مور زما خور کشنی خور پلاس راکل در ما کش رو ولده بوز ایراد تا پا ایراد که زمر در ماما کور دی نو بیا چې زه راغلم کندار ولایت ته په کندار کې مې د خاله په کور کې شپه وکړله چې کله د شپې ورغلم ټکسان مازدیګر لا کړې وه
د کندهار څخه د ایرات پر لور روان شو چې د سار منځونه مو د ژړی ودی خواته وکړه د سیلو پر منطقه باندې څنګه میوند ته رسیږو د میوند د زموږ څخه د سې هلته د یو بل مټر لاخ مخ اخیستې لاس باندې لا کچې ته شواسونه د سړک د غاړې مین وچاودېدی داسې نه شوم به پوه نور پهشي باندې خو په مسسه د سې کې چغه سولې بله نور پهشي نه یم پوه سوی ګنس وله داسې یو رقم لمبه راغله دا مټر ته دننه سول نو بله دغه لمبې څه بیا ما په سترګو شی نه دي لیدلی چې څنګه وسول بریم به روزایی که طفل بودین، خرد بودین و در گرشک زندگی میکنین، درست؟ چطور بود زندگی در وقتا اوجا؟ از هوای گرم گرشک قصه کو با ما من نه گرشک خود دیر گرم دی او با گرشکی چیزا هم زر دیر کشرم با کشر توب که با کشنیوالی زمور وطن نسلی خچال دی نرسراش بیاله ده گوبنی ها واکن باقا وقت که مش کشرانو نپویدلی دیر کشرانو زه دا تو کالو یا د نو کالو انځ زه د لمند ولایت سره غلم ال د زه په ور کلنی کې په لمند ولایت کوم چې زموږ پلار او کاکا مې ال ته شیدان سو مرسول نو ال ته دا خاص نه نه په څه ول د زه د لمند څه دا نه په ما شمر وتل ام کم کم شان د کوشنیواله د میرا په دی چې دا غزای ده سنت دی ام بهترین میوه و یا هر ولایت از خود یک میوه داره نه یک دگرش میوه چی است د تابستان مثلا خوردنی حاصلش چی است که مردم میتونن ازش استفاده کنن گریش خو ډیر میوه لري انګورم لري او په گریش کې بیا په لشکرګا کې په ځینو ولسوالۍ کې پستم کرل کیږي هو پستا هغه د پستم پیدا کیږي او تاسې په ځای ځای کې جوز پس دغه چې شي دا معنا هلته به دغه هم پیدا کیږي بادام داسې شی هم هلته لږ کرل کیږي میوې ډېرې دي هلته هندوانې هم کرل کیږي وختای که خرد بودین خو او وخت هم جنگ بود بله ولی یا تاس بهترین بازی هایی که میکردی چی بود؟ کرکت بازی میکردین، دنده کلک بازی میکردین، طفلا اوجا چه قسم زندگی داشتن؟ من نه من خوب په چه دیر کش روم چه با پیلمن کیوم با اقا وقت که مرش کم با بازی مازی ما نکل خسر بیم با داکاگان تا دا چای ور ورلی بیا چکل بولدک تا ولار دا پا میسر خانی که شاگرد سومی دا جمعه پا براز با رخصتی و بیا ما دا کلی دا الکوان سر دا مزول سر پتوبال گین کوی بسیار خوب از روز بر ما قصه کو که پدرت و کاکایت از دست دادی و چی میکردن و چطور جان خود از دست دادن؟ زما پلار زما که در باغ جوی کراولی در جوی سای خط را کشله نو بیا طالبان را در مش باغ که پر مرسیکلان را لزمش در باغ سی پر سرک بانی یا نل تا مکتب پوسته ورطا پر در مکتب پر پوسته بانی تو غندی رو غرزوالی نو نیم ساعت تیر زو بده ما بینز که طالبان ولاره تایره رالی از مش پر باغ باندې بمبار وکی از مش ده باغ پا جوو که زما پلار و زما که والا علت ولارو اغا دوار پا اغا جوو که شیدان سول علت پا کورکس و گرسره چه قسم برد خبر رسید که پدر و کوکایت با قول خودت شهید شدن؟ من نه از کورت سار بود سی چند ساله بودی وقت زندنی؟ 7 ساله بودیم فقا وکی از کورت کور ته پروت وم چې موږ په کور کې چغې سولې چې ما څنګه د باندې سره راوتلم چې ومې کته په کور کې بیا که نر وکړه ښځې به ګردو چغې ولې مخ پر باغ ورځغاستل چې کله باغ ته ورغلم نو ګردو ګرېوانونه پر ځانو څرېلې چغې ولې بس پر دا خاورو پر دا دوړو ګرځېدل باغ زموږ د کور و بغل ته وراته نږدې و بعد از اینکه پدر ته از دست دادی از ګرشک کوچ کردین رفتین به طرف بولدک بله و بعد از اون زندگی چه قسم بود؟ چقدر زندگی برات سخت شده بود؟ تو فرزند کلان خانه هستی؟ بلکل زد کور مشر یم و دم دم مور مشر زیم و پلار مشر زیم چه بلدک تا مش کل بارس و زد نو کال و هم نو حالا بیا زد پا میستر خانه که خپل ماما شاگرد کلم نو باقا میستر خانه که در دولس کلنه پری ما میستر خانه وکر بیا از مش ساکاگان جلاس و حالا تا پا ویش که مش با بلدک پادس و دی چمن تا واوشتل داغه دولس کلنی است ما ماش پنځه داوتی پنځه سوه کال داریو
نو ما واقعا چقدر خوش میشیدی وقتی که معاش میگرفتی؟ بلکل اول دوره با چیزه شاگرد سوم په هغه وخت زما اوتگی پنځوس کالدار و د پنځوس کالدار چې به موږ تر اکړل دا به ما در ځان ته به مې د کرکټ در فوټبال ګین لباس ورانی و یا به مې دا پاپړ و اچار ورانی ول هغه وګر سره نه خلاصېدل چې په هغه وخت کې ډېر پیسې کېدلې دا پنځوس کالدار له نو په دا پنځه سوه کالدار موږ دا وتې بیا ګزاره سره کوله هسې بر ما قصه کو کې چرا به مکتب نرفتی؟ خوش داشتی به مکتب بری؟ بلکل د مکتب و خوش داشتی که دا آینده چی کاره شوی در بین قدر پیش هایی کس نیمید معلم است، داکتر است، انجینیر است، کرکتر است، فوتبالر است خوش داشتی کدام کار شد انجام بدی؟ یا یا یک چیز در ذهنت بود؟ منن ما خود در مکتب دیر لوی ارمان در لود از ما از این خلقانی دی جاقه به بازارو که با دیدین و دا غوا و لدو به از ما در خاله زمان و یا در خاله نور به مکتبونه ویل نو چې کله کله به موږ د هغو سه دا خبرې و دا د دوی کلمانو کتابچې و دا د دوی کارو ته کتل نو موږ به داسې دا مکتب ته تشویق ک زموږ کشکې موږ هم داسې څوک درلودلی ما خپله به دا ویل چې زما کور زموږ کور یې ساتلی وای زموږ د کور سرپرست وای چې زه مکتب ته ورخلاص وای یا د مسترخانې سره وتلی وای نو خو نه کېدله په هغه مسترخانه کې هم سهار به تلم ماښام به راتلم زندانی برام بگو که چطور با او دختر زیبا روبرو شدی کسی را که خوش داشتی امراش داینده زندگی کنی من نه آغاز ما دیش نخواه او را اولین بار کجا دیدی؟ اولین بار ما از یک جای میمان رفته بودیم میمان یو جای پا میرمستی آبانی کلیلی و مر در مور سر تلیلی و نو بیا می علت داشت پا باز ساتیری که پا بازی کم بیا آغاش نخواه که بیا می ورستش نخوش نخو. در جیره پره برای ای که امرای ازو زندگی کنی چه خواه ارزو داشتی؟ منه نه ارزو خمو داوه چه مر از ما خپل ارزو داوه چه مر یو سه غطان سو پا خپل پا یو سه پوسو بیا با یو لار و دست یو سه سرسنجو خاقه دست زخپل ارمان تا نو رسیدم نمگر ارمان پا رسو چه سترگی را سو لاره که ما سترگی دلاس نوی ورکری نو با انشالله یو زایت باز مرم غرمان رسیده لی حالی که در کابل آمدی و در جمع ای کاروانیان صلح هستی و ای جششتین حال خواستید چی هست و بعد روزها مگذره که شما در یوای گرم در ایجا هستین بعضی مردم به دیدن شما می آین شما به بعضی جایا میرین چی فکر میکنی؟ چقدر میتونین به ای رویایی که دارین برسین؟ نه مرز خودچی هلته شاید کم په خو ارمانونه درلود لا خو ټول د خاورو سره خاورې سوي دي اوس مو دا یو د سولې ارمان دی د دې دپاره چې موږ د اوله ورځ څه د کور راوتلي یو و دې ته مو غاړه کښېښول چې پر لاره به زیات خطرونه وي داسې خطر به لاراسي چې پکښې وبه وژل سو خو دا هر څه اوس هم پر ځان منو او وروسته هم پر ځان منو د سولې غږ در یو کلي و در مسجد و در کوڅې و در ماشومانو پر رسو چې موږ سوله غواړو موږ په لاره کې ولیدل چې موږ به کله کلي ته ورسېدلو که به دا ښځې به پر دا بامو باندې راپورته سولې ژړله وې کوشنیان و خلک خو به پر سړک راسره روان و چې بدرګه کولو وې نو دا د ولس مینه موږ ته ښه خوند راکوي او زموږ مینه ولس ته ښه خوند ورکوي نو موږ هڅه کوو چې ولس ووینو او په ولس زیات ولس خبر کړو او هغه هم داسې په روانه توګه اوس دا مثال په توګه موږ دلته ناست یو دا سفارتونه چې خلاص و بیا موږ حرکت کوو نورو ځایو ته ځو لکه څنګه چې د کندهار څخه در کابل رالو بیا د کندهار څخه د کابل څخه بیا در شماله پورې دغسې ځو دا بین را ما یک چیز باز در یادم آمد مثل سوالای اولی که وقتی که می آمدین در میجریان چل روزی که به کابل می رسیدین در را آیا کدام خاطره جالب برد ماند از را شما شب روز گشتین پایای شما اولکت و بالاخره به کابل رسیدین از او شوا و از او روزا کدام گپ خوب است که در یادت بیاری و یا خنده کنی یا ترب به فکر بیاره بیرکل دست خاطره نلرم خوبی همی بدا نمات دیر جالی به خاطره و مرژی و راجم و غرمه و پی و باغ که ودر دلو پا دا باغ که مدمه که ولی نو بیا طول ایران بی دست وزد یو لشتی پر غاره دو بو پر غاره ناستم
مال زنه بي دي جندل نه اسنه جدي ټول بي دسول ما څه کول چې د ولیا بل غار ته واړم نو چې زه سده درا وشتم هغه کوش دروا وشتم په خپل با وبو غزار سم نو بیا چې مې راته څه کول دا وبس مې ځان نو سره خل چې راو مې چې بیا مې نور شان د جوب د پک شپاته سی بیا باغ سرګردانه ګرځیدم نو دا زما د فار ډېر جالب کار و چې ډیره ټول بي دسه زنه بي دیدم او بیا خپل پر سر درلشتي او وشتم بعد از ایجاد پلانتون چی است؟ آل شما در برابر سفارت پاکستان هستین و در ایجاد اعتراض تانه کردین. بعد از ایجاد میخواین چی بکنین؟ چی در زیاد مدیه در پاره بمور در پاکستان در سفارت مخت پاعت است. نو وست در وست و وست وقت و در وست در پاره خومر دلی ناستیو. دلی در خیمه و در خیمه که ناستیو. نو بیا چی ورست چک و آقا بنو بیا وقت سر زمان سر وای چی سکیر. ما شنیدیم که با وجود از اینکه خودت مکتب نخواندی ولی بعضی شعرا داری که برای دختری که دوست داشتی یار سرودی زندانی وقتی که چشمای تازه دست دادی آیا اون دختر دیگه هیچ وقت پیش تو نامد؟ یا او را نخواستی ببینی؟ من نه راضی، وسم راضی، پا اقا وقتی هم رکلار وقت راضی خو لکسونی مینه چیم بخواست را درلول در بپرتسترگ مغانی بیا کم از این دو خان ندی سریل دلی آقا بیان ندی ند مادر لاسه کردی آقا تیر وقت یعنی تیر وقت بیان نرازی چرت سونی تیر سو بیان نرازی یک شیر ما خواندم از شما که ایره برای امو خانوم سرودین میشه او رو برای ما بگوی؟ نو بلی اوکی من نه وای د زکندن نفس مستر کې زکه نس و پټه ستا دراتلو په انتظار می دروازه تکتل چې جنازه می تیرې دلست ز د کلی پر لار خلګاریان و ما په مړنست ز کوڅه تکتل ستا دراتلو په انتظار می دروازه تکتل د زکندن نفس مستر کې زکه نس و پټه چې د لحت پر غاړه کښې شوم تا مخ واړوي چې د لحت پر غاړه کښې شوم تا مخ واړوي تا خو به یو وارې زما زهیرې خولې ته کتل ستا د راتلو په انتظار مې دروازې ته کتل نام شما زهیر بود چې تو تصمیم گرفتی که نام ته زندانی بانی مننه زندانی زندان دنیا خو ټولو مسلمانانو ته زندان ده بل چې ما ته د تخلص ځان ته غوره کوي زما سترګې نسته ما ته بیا هم پسې زندان ده نو ځکه چې زه پر یو ځای باندې کښېنم پر هغه ځای کې به زه ناست پاتېږم زه بل ځای ته نسم تللی نو زما دپاره دوهم زندان هم دی وقتی که چشمای دنیا را میدید کدام رنگ زیاد خوش داشتی؟ مننه سور و شین رنگ مې ډېر خوښېدی شین د کالو رنګ سور داسې د نکروز رنګ خینه او خینه که هغه دا ګوم ورته وایي موږ کندار خلک تشکر از اینکه بر ما وقت ایره دادی زهیر جان که امروز شما صحبت کنیم و فرصت ایره داشته باشیم تا قصه زندگی شما را بشنویم مننه دیره دیره مننه استاسم مننه چه مرشت دی وقت را که او زما سیده چه پشتنی وکره چه ما پر دیر وقت یعنی ما دزدل داسی وراز نو شرک کرده چه اثره